مقاله ای از شماره 23 اندیشه آنلاین آلمان، پلتفرم دانشگاه سید کمال، بخش علوم تاریخی. نتایج تاریخی خشک‌گرایی، قسمت اول. با بررسی دقیق و موشکافانه تاریخ ادیان، البته بدون تعصب، به سهولت میتوان تحمیل عقیده در دین را یکی از عوامل اصلی در ایجاد خشک‌گرایی و دوگماتیسم یافت که همواره باعث ایجاد جنگ‌های زیادی در جهان شده است. این امر منحصر به ادیانی که ما هم‌اکنون می‌شناسیم نمی‌شود و حتی در زمانی که وقایع به شکل کنونی به ثبت نمی‌رسیدند و ما آن را زمان‌های اسطوره‌ای می‌پنداریم نیز، انسان بر اثر ابتلا به خشک‌گرایی و خود بزرگ بینی در زمین فاجعه آفریده است. عامل اصلی برخی از جنگ‌های دیگر که مستقیماً بدین ارتباطی نداشته‌اند، حرص و طمع مفرد بوده است که باعث بروز کشتارهای دست جمعی شده است. این مقاله که برگرفته از بخشی از فصل روانشناسی تندروی و خشک‌گرایی از کتاب تفسیری متفاوت از کتاب مقدس می باشد، تنها به گوشه ای از جنگ هایی که ریشه آنها افکار تند و تیز مذهبی و یا آز و خودخواهی بی پایان انسان ها بوده است اشاره دارد. مسلماً اگر بخواهیم به همه جنگ ها و جنایاتی که در پی داشته اند بپردازیم و دلیل بروز آنها را مورد تدقیق قرار دهیم، خود یک کتاب قطور خواهد شد. یا خدایانتان را بگذارید و خدایان ما را بپرستید، یا شما و خدایانتان را نیست خواهیم کرد. داستایوفسکی. شکار مسیحیان توسط یهودیان. مخالفت مقامات ارشد یهودی، فریسیان، با عیسی مسیح که در سال 33 الی 34 میلادی منجر به محاکمه و مصلوب شدن وی شد. پولس که یکی از برجسته ترین شخصیت های جهان مسیحیت می باشد، خود بر اثر تعصب خشک در زمانی که عضویت شورای عالی یهود را داشت، به آزار و اذیت مسیحیان پرداخت و گفته می شود حتی ایمانداران نوپای زیادی را از پای درآورد. کشتار آریانیست ها توسط کلیسای کاتولیک. نابودی طرفداران آریانیسم بعد از شورای نیقیه و مرگ بسیار مشکوک خود آریوس بر اثر تخریب شدید و ناگهانی کبد و طحال. برخی کشیشان شورای نیقیه این امر را معجزه‌ای در اثر کفرگویی آریوس تفسیر نمودند. اما با مطالعه معجزات مسیح به سهولت در می‌یابیم که وی کفرگویانی چون شاول یا پلوس، زورگویان و افراد بسیار خشنی چون یوحنا و برادرش، بدکارانی چون مریم مجدلیه، ستمکارانی چون متا و مانند آن را با انجام معجزه دگرگون نمود و به افرادی مثبت و معنوی و خداپرست تبدیل ساخت. نه هرگز در جایی گزارش شده است و نه هرگز شنیده شده است که عیسی با انجام یک معجزه دل و روده مردم را از جای درآورده باشد. این استیل و منش عیسی مسیح نبود و هرگز نخواهد بود، زیرا از نور و مهربانی خشونت و خباثت بروز نمی کند. بنابراین از آنجا که صحبت از مسیحیت است، مرگ آریوس نه بر اثر معجزه بلکه بر اثر خوراندن سم به وی بوده است. این امر در اکثر کلیساهای قرون وسطا به دفعات و پی در پی به وقوع پیوسته است. آزار یهودیان توسط عیسویان.
پس از آنکه آمار رشد مسیحیان رو به ازدیاد نهاد، این بار نوبت آنها بود که با همان تعصب خشکی که اعضای شورای عالی یهودیان فریسی بدان دچار بودند، یهودیان را به جرم مصلوب نمودن عیسی مورد آزار قرار دهند. تخریب کنیساها، محروم کردن یهودیان از شرکت در مجامع رسمی و دولتی، حملات فیزیکی و روانی به آنها با ساختن شایعه های ناجوانمردانه، از جمله دشمنی های مسیحیان قدرت یافته به خصوص در قرون چهارم و پنجم میلادی بود. این درگیری های خانمانسوز تا قرن 14 میلادی ادامه یافت و منجر به تخریب بسیاری از مراکز مسکونی و عبادی یهودیان و کشتار گروهی آنان شد. این امر چندین سده به طول انجامید تا در قرن 18 میلادی با دگرگونی علمی و صنعتی در جهان و ایجاد جهانبینی های غیر مذهبی مانند سکولاریسم و شاید در برخورد با عقاید انسانگرایانه ژان پل سارتر و همفکران وی نکوهش شد و با استقرار قوانین نوین در جهان غرب به مرور کاملا از میان رفت. توسعه و رواج مسیحیت در جهان همراه با خشونت. کشتار اقوام سرخپوست، مخصوصاً قوم آستک در قاره آمریکا، به ویژه در آمریکای جنوبی، به دستور میسیونرهای مسیحی توسط سربازان ملکه اسپانیا. بتی جی ای دی در کتاب در آغوش نور در ارتباط با رفتار راهبه‌های کلیسا با سرخپوستانی که با زور مسیحی شده بودند می‌نویسد: چون معنی زنگ‌های ناقوس را نمی‌فهمیدم و نمی‌دانستم چه وقت باید زانو بزنم، چوب درازی اغلب به تنم می‌خورد. اما در هر حال می‌توانستم برادرانم را ببینم و این ارزش آن را داشت که با چوب لاستیکی تنبیه شدم. در آنجا بود که به ما درباره خدا درس‌هایی دادند. به ما گفتند که ما سرخپوست‌ها کافر و گناهکاریم. و البته من این حرف را باور می کردم. خواهرم تلما اغلب با یک شلنگ لاستیکی کتک می خورد و به زور وادار می شد از راهبه‌ای که کتک می زند تشکر کند، وگرنه دوباره کتک می خورد. به همین علت ترس شدیدی از خدا در من پیدا شد. موجودی عصبانی و عجول و بسیار پرقدرت به نظرم می آمد که اگر خلاف میلش رفتار می کردم احتمالاً در روز قیامت و یا حتی پیش از آن نابودم می کرد و یا مرا یک راست به جهنم می فرستاد. از این نوع گزارشات در همه ادیان از جمله در ادیان اسلام و هندو نیز در دست است. جنگ‌های صلیبی. جنگ‌هایی که بین سال‌های 1095 تا 1291 به مدت 196 سال ما بین مسلمانان و مسیحیان به وقوع پیوست. این خونریزی دینی بر سر دستیابی بر سرزمین‌های مقدس از جمله اورشلیم آغاز شد. با اینکه آمار صحیحی از کشته شدگان این سری جنگ‌ها در دست نیست، اما می‌توان حدس زد که این ددمنشی چه تعداد کشته و خرابی از هر دو طرف بر جای گذاشته باشد. جنگ پروتستان و کاتولیک. گذشته از جنگ‌های لفظی و لعنت‌نامه‌های منتشره که حتی هنوز هم به شکل متمدنانه جریان دارد، در همان اوایل ظهور لوتریسم شروع شد و به مدت بیش از 30 سال به طول انجامید و طی آن افراد زیادی از ایمانداران مسیحی مخصوصاً از پروتستان‌ها کشته و زخمی شده، کلیساهای لوتری زیادی به آتش کشیده شدند. نژادپرستی در آمریکا. نژادپرستی لجام گسیخته‌ای که از قرن 17 به ویژه در آمریکا با قلع و قمع سرخپوستان بومی آغاز شده بود،
با بردهداری غیر متمدنانه‌ای که اروپایی‌های تازه وارد به این قاره نو اعمال می‌داشتند ادامه یافت. در این میان بدنهای زیادی در آتش سوخ و خانه‌های بسیاری از بن نابود گشت. با پایان جنگ‌های انفصال در 1865 میلادی بردهداری نیز ملغا شد، اما آزار رنگین پوستان ادامه یافت. در سال 1915 درست در زمانی که ترکان عثمانی سرگرم کشتار ارامنه بودند، در آمریکا ویلیام جوزف سیمونز، بنیانگذار سازمان کوکلوس کلان، فعالیت خود را گسترش داد. گرچه این ایده و طرز فکر ضد انسانی از دهه ها قبل از آن نیز وجود داشته است، اما این بار این گروه به طور سازمان یافته و منسجم تری فعالیت خود را آغاز نمود. این سازمان با اعمالی چون زنده سوزاندن سیاه پوستان در آتش، تجاوز به زنان و دختران آنها، آتش زدن منازل و تحقیر و ضرب و شتم و ایجاد ترس و وحشت ممتد در میان این افراد، خود را همتراز بی‌رحم‌ترین جریانات فکری خشونت طلب، خشکگرا و متعصب قرار داد. طرفداران این گروه که در حول و حوش 1915 تا 1920 به میلیون ها رسیده بودند، نه تنها بر ضد سیاه پوستان بلکه بر علیه یهودیان و حتی تا حدی مسیحیان کاتولیک نیز اقدام می نمودند. کمی قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و با قدرت گرفتن نسبتاً شتاب‌آلود هیتلر در آلمان، نازی‌ها از این گروه ضد بشری حمایت می نمودند. اما قبل از این تاریخ، این گروه در سال 1920 در آلمان نیز دارای پیروانی بود که خود را شوالیه‌های صلیب آتشین می‌نامیدند. از آن زمان تا به امروز، گروه کوکلوس‌های آلمانی بارها متلاشی شده، بار دیگر با نامی دیگر تشکیل یافته است. در حال حاضر، این گروه با نام‌های مختلف، عموماً به امر مبارزه و مخالفت با پناهجویان و اصولاً خارجیان مشغول است. نژادپرستی از نوع کوکلوس کلانی آن چهره کریه خود را در ایالات متحده به اشکال مختلف در معرض نمایش گذاشت تا سرانجام با نسج گرفتن نهضت مدنی ضد نژادپرستی مارتین لوتر کینگ جونیور و رشد یافتن آن در میان حتی سفید پوستان و در پی آن ترور وی در سال 1968 تغییرات بنیادینی در قوانین اجتماعی و فکری ایجاد شد و نژادپرستی علنی در آن حد و اندازه حیرت آور خود از میان رفت. پایان قسمت اول برگرفته از کتاب تفسیری متفاوت از کتاب مقدس، نویسنده فرامرز تابش.